سلام. هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، ماشین‌آلات راهسازی و تجهیزات وابسته در استان بهشت معادن کشور کرمان آغاز به کار کرد. فرصت بازدید از این نمایشگاه که میزبان شرکت‌ها و هلدینگ‌های عظیم مرتبط با معادن کشور است، از 23 خرداد تا جمعه 26 و از ساعت 17 تا 22 میزبان شما علاقه‌مندان عزیز است. با من فاطمه آقا ملایی برای بازدید از این نمایشگاه همراه شوید. برای اولین بار هست هم شرکت‌های خارجی شرکت کردند و هم شرکت‌های بزرگ مادر تخصیص فولاد مبارکه اصفهان. پس کار بسیار بزرگ، ارزشمند و مبارکی است. فضای استان، فضای معدنی خود رقابت ایجاد میکنه. ما باید یعنی به عنوان سیاستگزار ورود کنیم قیمت دستوری جواب نمیده. نه، این حوزه هیچ حوزه جواب نمیده. ولی استان این ظرفیت رو داره، میتونه مرتب نمایشگاه برگزار بشه و شرکت‌های مختلف بیان این عرضه تقاضا رو خود شرکت‌ها و مجری‌ها مشخص کنن و ما هدفمون اینه که این نمایشگاه بیشتر از این فعال باشه. ما تو برنامه ششون با توجه باز به عنوان یه سیاست راهبردی که دنبال کردیم، بیش از 10.6% رشد داشتیم که عموما تو بحث معادنمون و صنایع معدنیمون بود، که بیشترم توی 4 ماده معدنیمون بود که از 2 ماده معدنی که تو استان شناخته شده که حوزه مس و سنگ آهن و کرومیت و زغال سنگ بود که این ارزش افزوده ایجاد شد و امیدواریم این ارزش افزوده هامو بتونیم تعمیمشون بدیم به 38 ماده معدنی دیگرمون و کنار اینها صنایع پایین دستی، این صنایعی که در قالب این 4 ماده معدنیمون شکل گرفته. هفتمین دوره نمایشگاه معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته و چهارمین دوره نمایشگاه ماشین‌آلات راهسازی در کرمان این بار بزرگتر از همیشه برگزار شده. 97 یا 98 شرکت بزرگ و تأمین کننده و تولید کننده حوزه معدن و صنایع معدنی شرکت داشتند و برای اولین بار ما این میزان از استقبال رو شاهد بودیم. تقریبا امروز که افتتاحیه بود، برای روزهای آینده همایش‌های جانبی داریم و پنجشنبه همایش در رابطه با هوش مصنوعی در حوزه معدن رو شرکت مس برگزار خواهد کرد. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.